با سلام به شما عزیزان همراه، عزیزانی که تا به حال این برنامه ها رو دنبال کردید. کتاب مقدس پاسخ میدهد عنوان برنامه ما هست. میخوایم که دنبال کنیم سوالاتی رو که از شما عزیزان برای ما ارسال کردید تا به حال. ولیکن میخوام بگیم که در رابطه با سوالاتی که در گذشته در برنامه قبل پاسخ دادیم و شما عزیزان برای ما فرستاده بودید، سوالاتی در رابطه با سوالات تاریخی بود، مسائل علمی بود و علم و کتاب مقدس، پیدایش و سوالات الهیاتی بود. و حالا میخواییم که در این بخش به سوالات دیگه که دوستان ما فرستادن از ایران بپردازیم. با همکاری خودم با جناب دکتر ساسان توسلی میخواییم که این سوالات رو بهش بپردازیم. جناب دکتر، یک سوال دیگه ای که یک سوالی که امروز میخواییم باش شروع کنیم، اینا سوالاتیه که توی ما کاتگورایز کردیم سوالات متفرقه. سوالات متفرقه از همه ابعاد سوال شده، یک نوع سوال نیست. بله، این یکی دیگه از همون سوالای متفرقه است که میخوایم با این سوال شروع کنیم که دوست عزیز ایمیل زدن که حوادث بد طبیعی خشم خداست یا از طرف شیطانه. اوکی، حوادث بد طبیعی آیا خشم خداست یا از طرف شیطان؟ ما یعنی همین دو تا آپشن رو داریم. حالا اگه یه آپشن سومش باشه، بعضی وقتا میگیم یا اینه یا اینه، شاید هیچ کدومش نباشه، شاید یه چیز دیگه باشه. سوال خیلی خوبیه، سوال خیلی خوبیه. و حالا من و تو هم خیلی شیک و تر و تمیز تو استودیو نشستیم درباره این سوال. ولی وقتی که یه نفر تو خود وسط این بهبهه هست، وقتی زلزله خونه یه نفر رو نابود کرده، وقتی طوفان، سیل، حوادث وحشتناک طبیعی زندگی های خیلی رو نابود کرده، واقعا سوال خیلی جدی میشه. پس خدا کجاست؟ این از چیه؟ من یادمه وقتی که اون سونامی اتفاق افتاد توی اندونزی و خیلی از واعظین در کشورهای اسلامی خلیج فارس گفتن که این خشم خداست، این افراد توی این شهرهای توریستی گناه میکردن و این سونامی خشم خداست برای این افراد گناهکار. و متاسفانه خیلی از کشیشای آمریکایی یا وقتی که اون طوفان کاترینا اومد و شهر نیو اورلینز نابود شد، یه سری از کشیشای ما هم حتی گفتن این خشم خداست، به خاطر اینکه افراد گناهکار تو شهر نیو اورلینز خیلی بودن. و به نظر من خیلی جای تأسفه وقتی یه نفر با اتفاقات طبیعی اینطوری روبرو میشه. و از نظر اینکه این حالا اینم از شیطانم، من عقیده شخصیمه، اون دیدی که من از کتاب مقدس دارم، یه جواب خیلی اساسی این هستش که نه، اینو هر اتفاق طبیعی رو باید بگیم خشم خداست برای همون اتفاق یا این از طرف شیطانه. نه، الهیات مسیحی، کتاب مقدس میگه که ما توی یه دنیای زندگی میکنیم که این دنیا سقوط کرده است، این دنیا به خاطر گناه آدم و حوا زیر داوری و لعنت خداست. نه فقط انسان مرد از نظر روحی، از نظر فیزیکی، بلکه طبیعت، این تأثیر گناه انسان طبیعت رو حتی در اسارت آورد. و این یه نکته خیلی مهمی که باید درک کنیم که این دنیایی که ما توش زندگی میکنیم اون دنیای ایدئالی نیست که خدا از اول خلق کرد. باغ عدن نیست. اینجا باغ عدن نیست. ما خیلی وقتا تو زندگی کلافه میشیم. حتی ما مسیحی‌ها. چرا این نباید بهتر باشه؟ چرا نباید راحت‌تر باشه؟ چون این دنیاییه که از خدا دور، سقوط کرده است. یه روز عیسی مسیح وعده داده که این دنیا رو دوباره به کمال برسونه، یک خلقت نو به وجود بیاد، آسمان‌ها و زمین جدید. ولی الان ما توی دنیایی هستیم که توش مرگ هست، توش سیل هست، توش قحطی هست، توش زلزله هست، چون این یک دنیاییه که در سقوطه، در گناه. میخوام یه آیه رو، یه چند تا آیه رو با هم نگاه بکنیم. پولس رسول توی رومیان فصل 8، پولس رسول تو رومیان فصل 8 خیلی خیلی نکات زیبایی رو مطرح میکنه درباره این سوال. از آیه 19 من میخونم. پولس خیلی جالبه، میگه تمام آفرین، بنده البته از ترجمه تفسیری میخونم، شما از انجیل شریف داری نگاه میکنی، تمام آفرینش نیز بی صبرانه منتظر روزی است که خدا فرزندان خود را پس از مرگ زنده کند، زیرا جهان برخلاف خواست خود به دستور خدا محکوم به فنا شد. اما این امید هست که روزی جهان از قید فنا راحت شود و در آزادی پرشکوهی که متعلق به فرزندان خداست شریک گردند. چون می‌دانیم که حتی
حیوانات و گیاهان نیست که گرفتار بیماری و مرگند، همچون زنی که در حال زاییدن است درد میکشند و در انتظار این واقعه بزرگ روز شماری میکنند. پس و بعد ادامه میگه ما منتظر اون روزی هستیم که خدا بیاد و همه چیز رو تازه کنه، بیاد شکوه فرزندانش رو نشون بده. پس خلقت خودش در درده، انگار که میگه درد زایمان، خلقت خودش در اسارته، در آه کشیدن ترجمه آره دیمه. و همه خلقت منتظره که ملکوت خدا، تازگی قدرت و حضور خدا این زمین رو دوباره پر بکنه. عهد عتیق این رو وعده میده و مکاشفه با همین داستان تموم میکنه که یه روز اینم با هم نگاه بکنیم. خیلی صحبت جالبی هست. حالا هفته‌های گذشته گفتیم دیدهای مختلفی از درباره مکاشفه، ولی این واقعیت مکاشفه فصل 21. سپس زمین و آسمان تازه‌ای را دیدم، چون آن زمین و آسمان اول ناپدید شده بود. و بعد میگه که آیه 3، از تخت صدایی بلند شنیدم که میگفت خوب نگاه کن، خانه خدا از این پس در میان انسانها خواهد بود، از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد و ایشان خلقهای خدا خواهند شد. بله، خود خدا با ایشان خواهد بود. حالا من عاشق این آیم، خدا تمام اشکا را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت، دیگر نه مرگی خواهد بود، نه غمی، نه نالهی و نه دردی، زیرا تمام اینها متعلق به دنیای پیشین بود که از بین رفت. پس مصیبت‌های طبیعی قسمتی از این واقعیت، این خلقتیه که توش هستیم، این رو نباید انکار بکنیم. ولی یه موضوع دیگه هم هست من اینجا میخوام بگم. اولا بله، بعضی وقتا ما تو عهد عتیق میبینیم مثلا بعضی وقتا واقعا خدا یه قومی رو میاد داوری بکنه. داستان لوط میگیم به فارسی دیگه، لوط بود، شهر لوط، و داستان که سدوم و عموره. بله، سدوم و عموره، من فارسی اینو به انگلیسی میگیم سادوم و گمورا، سدوم و عموره. اون حالا یک اتفاق خیلی استثنایی بود که خشم خدا روی اون شهر اومد. خدا میتونه داوریش رو از طریقای مختلف انجام بده، ولی به طور کلی به نظر من یه مقدار کوتاه فکریه، یه مقدار فکر اشتباهه که ما با یه خدای سرکار نداریم که اینطوری بیاد یه زمین لرزه به وجود بیاره که اون شهر مثلا اعضاش دیگه خیلی گناهکار شدن. سادیسم نداره. آره، ما با یه خدای روبرو هستیم که پتروس میگه چرا مسیح هنوز برنگشته، یده مسخره میکنن. ای بابا این داستانای خرافاتی چی؟ میگه نه، خدا صبورانه منتظره که مردم به عیسی مسیح ایمان بیارن و نجات پیدا بکنن. و بعد یه نکته، من با این نکته میخوام این سوال رو تموم بکنم. هی آدم فکرها توی نکته حرف تو حرف میاد. یادم سالها پیش یه معلم مشهور عهد عتیق داشتم، میگفتش که یکی از بزرگترین مشکلات آینده مردم زمین مسئله کم آبی خواهد بود. و الان ما تو خود آمریکاش هم داریم اینو میبینیم. بعد اینطوری برگشت گفت نمیتونی جنگل آمازون رو نابود کنی و فکر کنی که تأثیری نداره روی مسئله آب توی آمریکا یا توی جاهای دیگه. حالا منظور از این یعنی چی؟ قسمتی هم از مصیبت‌هایی که ما میگیم طبیعیه، ما انسان‌ها خودمون توش دخالت داریم. خیلی جاها هست به خاطر تصمیمات اشتباه ما انسان‌ها، خیلی جاها به خاطر مسائل پیچیده سیاسی، بالاخره که اقتصادی هست، که برمیگرده به غرور حاکمین، اونهایی که مهم نیست واسه شون، فقط دنبال منفعتن، مهم نیست که چند نفر بیچاره و بدبخت میشن، و مسائل اقتصادی. تصمیماتی که ما میگیریم الان، مثلا حالا من نمیخوام برم توی صحبت‌های محیط زیست، ولی واقعا توی یه دنیای زندگی میکنیم که محیط زیستش رو خودمون داریم بیشتر به خطر میندازیم. من وقتی که آمار میشتم این که چقدر از درصد جنگل آمازون و درختاشو دارن قطع میکنن، خب این تاثیر میذاره. پس فردا یه جا چیز بیاد، خشکی بیاد، وقتی بارون نباشه، قحطی بیاد، میگن ای این خدا این کارو کرد. نه، خود ماها هم میتونیم دست داشته باشیم تو خیلی از این مصیبت‌هایی که به اسم طبیعی هستن، ولی واقعا ما داریم موقعیت رو خیلی بدتر میکنیم. این حالا جواب خیلی طولانی بنده به این سوال بود که مصیبت‌های طبیعی رو، ولی بنده شخصا اکثر اوقات نه از خشم خدا میبینم، نه از شیطان میبینم. این قسمتی از این دنیای سقوط کرده است که توش داریم زندگی میکنیم، باید با این واقعیت روبرو بشیم. خدایی ما سر و کار داریم باشه، خیلی هم صبورانه منتظره که ما به آغوش پرمحبت اون بیایم، با خشم و غضبش نیامده افراد رو عذاب بده.
ولی در این حال ما انسان هم خودمون دست بزرگی میتونیم داشته باشیم تو خیلی از مسائل طبیعتی که باید مواظبش باشیم. خیلی ممنون جناب دکتر از توضیحاتتون. سالهای بعدی رو میذاریم در بخش بعدی، به خاطر اینکه دوستان ما در استودیو پخش مطلبی رو آماده کردن که به اتفاق بینندگان عزیز اون رو میبینیم و باز برمیگردیم به همینجا. در دنیایی که در آن زندگی میکنیم سوالهای بیپاسخ بسیاری وجود دارد، سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توانیم را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و ادامه میدیم سوالات متفرقه‌ای که شما دوستان عزیز برای ما ارسال کردید. یک سوال دیگه‌ای که جناب ساسان برای ما فرستادن در رابطه با نذر هست که آیا در مسیحیت نذر داریم؟ خواهش میکنم شما بفرمایید. بالا نظر بنده اینه که نه ما نداریم. ولی نمیشم فقط با یه چیز جمله ساده بگیم داریم یا نداریم. میخوام یه مقدار عمیق‌تر به این موضوع فکر بکنیم. شاید عزیزانی آشنایی داشته باشن با عهد عتیق، بدونن که آیاتی داریم تو عهد عتیق که صحبت نذر کردن رو میکنه. میخوام که خودت یه آیه برای ما بخونی و منم قبل از اینکه تو اون آیه رو پیدا بکنی، من میخوام از مزمور 116 بخونم. مزمور 116 نویسنده میگه که آیه 14: در حضور قوم او نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد. در حضور قوم خدا من نذرهای خودم رو به خدا ادا خواهم کرد. پس میبینیم که مزمور نویس توی عبادتش، توی رابطهش با خدا داره صحبت نذر کردن رو میکنه. دیگه چه آیاتی هست؟ آیه دیگه که من خاطرم هست در مزمور شماره 50 هست، آیه 14 و 15 بود که میفرماید که برای خدا قربانی تشکر را بگذران و نذرهای خیش را به حضرت اعلی وفا نما، پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خلاصی دهم و مرا تمجید بنمایی. اوکی، پس اینم اشاره دیگه به مسئله نذر کردن. و تو خود عهد جدید توی موعظه سر کوه دوباره مسیح صحبت نذر رو مطرح میکنه. آیه 23 به بعد رو میخونم. عیسی مسیح تو موعظه سر کوه از متی فصل 5: پس اگر نذری داری و میخواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. پس اینجا هم مسیح داره صحبت میکنه با یهودیایی که مسیح اینجا دستوری درباره نذر نمیده. پیش‌فرضش اینه که یه یهودیه داره میره به معبد قربانی بکنه، نذرش رو انجام بده، ولی میگه مهمتر از این عبادت تو آشتی کردن با دوستته. قبل از عبادت برو رابطت رو درست بکن، بعد برو در حضور خدا. عبادت و قربانی و نذر اهمیت رو به چیز دیگه میده. آره، تاکید. ولی صحبتش تعلیمی درباره نذر نیست. حالا یه نفر میگه که خب آقا شما چند تا آیه خوندی درباره نذر، ساسانی که شما میگی مسیحی هستی، چرا میگی نذر کردن ما نداریم در تفکر مسیحی؟ من دوست دارم از خودت هم بشنوم نظرهای خودت. چون نظر من این هستش که ما نذر کردن باید بدونیم که من همیشه دوست دارم که به مسائل حالت ریشه‌ای نگاه بکنیم، خیلی سطحی با هیچ چیزی برخورد نکنیم. نذر کردن به نظر من میتونه خیلی حالت بدبستونی با خدا داشته باشه، حالت معامله با خدا که خدایا تو اگر این کارو بکنی من این کارو میکنم،
تو اگر اینو به من بدی منم این خدمت ها رو انجام میدم. و من اون خدایی که من تو کتاب مقدس باش برخورد میکنم خدایی نیست که دنبال معامله و بدبستون و حالا چون تو این کار رو کردی پس منم این کار رو واسط میکنم. یعنی این نشون میده به نظر من، درستی که حالا نمیشونی واسه یه آیه بیاری، ولی نشون میده که دوباره که چقدر افکار ما نسبت به خدا محدوده. چقدر من خودم از خدا شرمنده میشم از اینکه چقدر ما خدا رو دست کم میگیریم، خوبیشو، سخاوتمندیشو. ما با یه خدای روبرو میشیم تو کتاب مقدس، تو عهد جدید که تماس میگه با سخاوتمندی میخواد به ما بده. یعقوب میگه نداری چون نخواستید. ولی فکر میکنیم با یه خدایی که خیلی خسیسه، درباره دعا که صحبت میکردیم هفته‌های گذشته، به یه خدایی که چسبیده به یه چیزایی نمیخواد به ما بده، هرچی ما بیشتر زور بزنیم و دعا کنیم و نذر بکنیم و گریه بکنیم و ازش تمنا بکنیم، از چنگال خدا میتونیم خواستمونو بکشیم بیرون. ولی با یه خدایی روبرو هستیم، مسیح توی موضوع سرکو ادامه میدیم، میگه قبل از اینکه برید دعا بکنید خدا میدونه شما چی میخواهید. ما با یه پدر روبرو هستیم که خوبی ما رو میخواد. خیلی وقتا حتی دعاهایی که میکنیم خدا میدونه که اگه به این دعا جواب بده واسه خودمون خوب نیست، برای یه چیز جواب نمیده چون یه چیز بهتری رو برای زندگی ما میخواد. واسه همینه که من شخصا جایی برای نذر کردن توی رابطه ما با خدا در زندگی مسیحی نمیبینم، چون نشون میده که فکر میکنیم باید معامله داشته باشیم با خدا. نظر خودتو دوست دارم بشنوم. من فکر میکنم که علیرغم اینکه ما توی عهد عتیق اشاراتی رو داریم به که یک شخصی نذر کرده و نذرش رو ادا کرده، حالا یا جلوی قوم یا هر جای دیگه، حتی توی مزمور پنجم که من خوندم میگه برو قربانی تشکر رو بگذران، شکرگزاری در درجه بالاتر قرار داره. و یک عامل دیگه، عامل آداب و رسوم و فرهنگ و سنن یک مملکت هست، یا نفوذ یک مذهب توی یه مملکت، به خصوص توی کشور ما ایران هست که من دیدم که با خدا اهل با خدای خودشون معامله میکنن و اینکه چطور نظر میکنن. ما اینو میدیم، حتی من دیدم نظر میکنن که اگه این نظر میدن که تا یه چیزی رو، یه چیز دیگه که اصلا مثلا این زن اون بشه، این دختر مثلا مال پسرشون بشه، اون پسرش مثلا توی دانشگاه قبول بشه، نظره این تیپی میکنن، اون از اون جدا بشه، حتی نظر میکنن با نیتهای مختلف. و من فکر نمیکنم، من دیگه این جدا شدنشو دیگه تا حالا نشده بودم، نظر میکنه که این اونو ولش کنه، مثلا رهاش کنه، این شوهر اونو ول کنه. و این تیپ نیتهایی که فکر نمیکنم خدا از این نیات ما خوشش بیاد و اهل معامله نیست خدای کتاب مقدس. خدایی که میگه بکوبید برای شما باز کرده خواهد شد. اون چیزی که روی زمین شما متفق بشید با هم، دعا کنید در موردش، در آسمان گشاده خواهد شد. و این خدا خدایی نیست که من بخشینم حالا براش شرط و شروط بذارم. خدایی که مستقیما با دلیری خون عیسی مسیح میتونم وارد قدس الاقداسش بشم. آمید. و اون چیزی رو که بر حسب اراده او بر حسب اراده او میخوام ازش بگیرم. آمین. این مسئله منو میگم خیلی این موضوع نذر ربط داره به صحبتامون درباره دعا که داشتیم هفته‌های گذشته. عیسی مسیح میگه وقتی که بر طبق اراده اون در نام اون میطلبیم دریافت خواهیم کرد. و دلیلی هم نداره که با خدا چک و چونه بزنیم، نذر بکنیم، شرط و شروط بذاریم. حالا گاه توی عهد عتیق داستان‌هایی داریم که خدا به خاطر فروتنی خودش، به خاطر صبر خودش، شرط و شروط هم قبول می‌کنه. ولی ما با یه همچین خدایی سر و کار نداریم و خدا نمی‌خواد این رشد زندگی مسیحی ما تو شرط و شروط باشه. خدایا اگه تو این کارو واسه من بکنی منم این کارو واسه تو می‌کنم. یا خدایا ببین چون من این کارو کردم تو هم پس باید این کارو واسه من بکنی. یعنی من حتی حالا اینایی که داری میگی منو یاد یه موضوع خود ما مسیحی‌ها انداخت. ربطی نداره حالا به کشور ایران و فرهنگ ایران. چقدر حتی در جامعه مسیحی آمریکا یا خیلی جاهای دیگه این تفکر میشه که من مسیحی هستم. من یه عمری اومدم کلیسا، من ده یکمو دادم، من خدمت کردم، من این کارا رو واسه خدا کردم، پس خدا باید نیاز من رو که اینو که میگم رو باید واسم انجام بده. خدا باید، یا حالت این که انگار که خدا به ما
بدهکاره کلمش میگیم ما طلبکاریم اون بدهکاره خدا مدیون ماست چون ببین من برای خدا چیکار کردم حالا این حرفا ربط مستقیم به مسئله نزد نداره ولی همش برمیگرده به یه ریشه فکری که ما با یه خدای سر و کار داریم که دائم بده بستونی باید باشه و نگاه نمی کنیم به قلب پرمحبت اون به حکمت اون که اینا کوتاه فکریه درباره این خدای مهربون بعد عدم شناخت کتاب مقدس میگه که اون افرادی که سعی میکنن که عدالت خودشون رو ثابت کنن به خدا دلیلش اینه که نمیشناسن و شناخت ندارن و عدالت خدا رو هم نشناختن بله. و خدا ما رو در مسیح نه به خاطر کارهایی که کردیم بلکه به خاطر فیض خودش قبول کرده اما نیازی نداریم که و اون منتظر ما نیست که آمین. چیزی براش ببریم که چیزی به ما بده اون پسرش رو آمین. برای ما داده آمین. چقدر امروز بیشتر از اون به ما بده خدا جهان رو انقدر محبت نمود که پسر یگانه خودش رو داد تا هر که به دو ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. همین هم که گفتی تو رومیان که موقعی که ما دشمنش بودیم اون پسرش فرزندش رو داد. حالا که ما فرزنداش شدیم چقدر خدا بیشتر میخواد به ما بده. این ترسایی که ما از خدا داریم، این تصورات، اینی که اگر نشه چی میشه. من از زندگی خودم یه مثالی اومد تو ذهنم. الان تو همین روزایی که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم من چند ماه پیش بدجور استراب پیدا کردم برای مدرسه دخترم. دخترم داره میره دبیرستان. ما اقدام کردیم به چند تا مدرسه مسیحی خصوصی توی آمریکا. پول هیچ کدومش هم نداشتیم، پول شهریه‌شو. و منم خیلی مضطرب که حالا چی میشه، دختر من چی میشه، آینده ما، مسئله مالیش چی میشه اینا. و واقعا از خودم شرمنده شدم بعدن که چقدر پسر تو کم ایمانی. و یادمه احساس میکردم خدا به من گفت ساسان نگاه کن به زندگی خودت و خانوادت. آیا من تا حالا از تو مراقبت نکردم؟ آیا از بچه‌هات مراقبت نکردم؟ آیا من تو رو با دو تا چمدون از اروپا نیاوردم آمریکا و تو زندگیت وسط فراهم کردم؟ حالا تو فکر می‌کنی وسط کار من تو رو ول می‌کنم؟ اینقدر نگران آینده بچه‌هات نباش. آینده تو و بچه‌ها در دستای منه. و هنوزم جوابی ما نگرفتیم ولی واقعا آرامش پیدا کردم که این استراپا که اینی که خدا حالا چی میشه، حالا هیچ‌وقت به فکر بنده نرسید بخوام نظر بکنم یا شرط و شروط ببندم. خدا اگه مدرسه دخترم رو جور کنی منم واسه این کارو میکنم. اصلا این حرفا کوتاه فکریه در رابطه ما با خدا. خدای ما خیلی محبتش بیشتر از این حرفاست. خیلی ممنون از توضیحات شما. یک برنامه به اتفاق بینندگان عزیز با هم خواهیم دید و باز برمیگردیم به استودیو و ادامه سوالات رو با هم دیگه مرور بله دوستان عزیز به استودیو برمیگردیم و میخواییم که سوالات خودمون رو ادامه بدیم. سوالات متفرقه در این بخش پاسخ داده میشه. سوال دیگه ای که بعد از ساسان میخواییم برای شما بخونم، دوست عزیزی ایمیل زدن و این سوالات رو فرستادن، این که آیا شما در مسیحیت قسم دارید؟ نذر رو صحبت کردیم و حالا قسم به نظرم به هم ربط دارن. اینو دیگه خدا رو شکر میتونیم بگیم عیسی مسیح مستقیم و به طور خیلی واضح برای ما توضیح داده که قسم خوردن درست نیست در ایمان ما در به عیسی مسیح. توی موعظه سر کوه انجیل متی فصل 5 از آیه 33 میخونم، باز گفته شده که قسم دروغ نخور و هرگاه به نام خدا قسم یاد کنی آن را وفا کن. اما من میگویم هیچگاه قسم نخور، صحبت مسیحه، هیچوقت قسم نخور، نه به آسمان که تخت خداست و نه به زمین که پاینداز اوست و نه به اورشلیم که شهر آن پادشاه بزرگ است، به هیچ یک از اینها سوگند یاد نکن. نه تو به سر خود ادامه میده، به سر خود نیز قسم نخور. نمال جالبه، زیرا قادر نیستی موی را سفید یا سیاه گردانی. فقط بگو بله یا نه، همین کافیست. اما اگر برای سخنی که میگویی قسم بخوری، نشان میدهی که نیرنگی در کار است. نیرنگی کلمش نیرنگه. نشان میدهی که نیرنگی در کار است. پس فریب میدی. پس صحبت مسیح این هستش
که بذار حرف راست و صادقت مستقیم باشه، آره یا نه. وقتی که قسم میخوری و خیلی پیازش هم داغ میکنی، مسیح میگه که انگار بوش داره میاد که داری یه ریگی توی کفش، آره یه مخفی کاری هست، حالا به قول خود بنده یه خالی بندی هایی داری انجام میدی. و حالا توی جامعه ایرانی، تو صحبت ها، تو تیک کلام ها عادت داریم، عادتی که به خدا تو رو، یعنی به خدا و به این حضرت و به اون حضرت و هی این حرفا. به نظر من وقتی یه نفر مسیر رو تو زندگیش قبول میکنه، باید یواش یواش از این عادت ها هم دست برداره، چون عادت جالبی نیست، عادتیه که بر ضد ارزش های عیسی مسیح، عادتیه که داریم مثلا شخصیتی نشون میدیم که حرف راست راحت از دهنمون بیرون نمیاد، هی باید گرو بذاریم حرفمون و سر این و سر این قسم و سر اون قسم. حالا در جامعه مسیحی فرقه هایی هستن، فرقه هایی که ما اونا رو مرتد میدونیم، مثل شاهدان یهوه، یعنی واقعا اصلا از چارچوب مسیحی دورن. به خاطر این آیه حتی تو دادگاه مثلا تو آمریکا رسمه، رو کتاب مقدس دست میذاری، قسم میخوری که حقیقت رو بگی و فقط حقیقت رو بگی و به جز حقیقت چیز دیگه ای نگی. اونا میگن نه، چون مسیح گفته قسم نخور، دست روی کتاب مقدس هم تو دادگاه نباید گذاشت. اکثر مسیحی‌ها اینطوری تفسیر نمی‌کنن که اگر یک مراسمیه، یک شرایط قانونی هست، اون سوگند خوردن فرق داره با اینی که هتی که زبونمون قسم بخوریم که حرفمون رو ثابت بکنیم. یعنی صحبت مسیح اینه که بذار صداقت قلبت خودش رو به طور رک و واضح نشون بده و دیگه دستتو به این و اون آویزون نکن. شهادت دروغ میگه نده. بله بله، خیلی خوبه که ما به موضوع بعدی بپردازیم. یک سوال دیگه دوست ما کردن که سوالات متفرقه است، واسه اینکه از جاهای مختلف سوال میشه. بسیار خوب. یه هست که دوستمون ایمیل زده و گفته که در کتاب یهودا آیه 9 میخواید آیه رو بخونیم با هم. میفرمایند که این میکائیل کیست در این آیه؟ نامه یهودا، بذار من حالا که کتاب مقدس تفسیر رو باز کردم، چون بذار توصیفش رو بخونم. میگه در قرن اول میلادی مسیحیت در ممالک گوناگون دنیا به سرعت گسترش می‌یافت و مردم به عیسی مسیح ایمان می‌آوردند، اما در بین ایمانداران راستین مسیح عده‌ای رخنه کردند که عقایدی دروغ و دور از حقیقت داشتند. این عده خود را روحانی و مسیحی نشان می‌دادند، ولی در باطن نیت‌های پلید داشتند. یهودا در این نامه مسیحیان را از روحانیون کاذب برحذر می‌دارد و آنها را تشویق به پیروی از حق و حقیقت می‌کند. این نامه خیلی کوچیکی هم هست، چند تا فصل هم نداره، فقط یه فصل داره، چند تا آیه. و آیه‌ای که تو چه آیه‌ای داره اشاره می‌کنه سوال؟ آیه 9. مثلا من از آیه 8 بخونم برای عزیزان. می‌نویسه که با وجود همه اینها، این معلمین گمراه به زندگی فاسد و بی‌بند و بار خود ادامه می‌دهند و بدن خود را آلوده می‌سازند. در ضمن مطیع هیچ مرجع قدرتی نیز نیستند و موجودات آسمانی را به باد مسخره می‌گیرند، در حالی که میکائیل رئیس فرشتگان وقتی با شیطان بر سر جسد موسی بحث می‌کرد، به خود اجازه نداد به او تهمت بزند و اهانت کند، بلکه فقط گفت خداوند تو را توبیخ فرماید. اما این اشخاص هر چرا که نمی‌فهمند مسخره می‌کنند و ناسزا می‌گویند. ایشان همچون حیوانات بیفهم دست به هر کاری که دلشان میخواهد میزنند و به این ترتیب به سوی نابودی و هلاکت میشتابند. صحبت معلمین دروغ هست که به نظر میرسه که بی احترامی میکنند، در مورد مسائل عمیق خیلی توهین میکنند. و حالا یهودا تو نامش اشاره میکنه که بابا حتی میکائیل رئیس فرشتگان به خودش این جرأت نمیده. آره، که شخص فرشته‌ایه که سر این مسائل توهین نمی‌کنه. یعنی این سری مسائل جدی روحانی هست که ما اگه خیلی شوخی بگیریم و به مسخرگی و متلک و جوک واقعا داریم با آتیش بازی می‌کنیم. و این حالا، ولی سوال اینه که میکائیل کیه توی این؟ میکائیل یکی از فرشتگانه در کتاب مقدس. حالا میخوام از یه کتاب تفسیر، من یه مقاله رو کپی کردم واسه همین آیه، نکته جالبی رو این مفسر میگه. میگه که این معلمین دروغ یاد گرفته بودن، یهودا داره میگه معلمین دروغ باید از
نمونه میکائیل یاد بگیرن که باید احترام رو نگه داشت در مسائل روحانی. و اینجا صحبت اینه که این یک چیز بود، oral tradition، سنت حرفی، یه سنت بود این که سنتی بود در جامعه یهودی که بدن موسی رو، چون نمیدونیم بدن موسی کجا دفن شده، و بر طبق این سنت حتی خود شیطان و میکائیل سر دفن بدن موسی با هم برخورد داشتن. این تو عهد عتیق نیست همچین چیزی، این یکی از اون افکار سنتی هست توی جامعه یهودی. روایت باری کلا، کلمه روایت و کلمنت اسکندریه، اوریجن و پدران دیگه کلیسا اشاره میکنن که این روایتیه در جامعه یهودی. و میکائیل توی کتاب مقدس میبینیم که بهش اشاره میشه توی مکاشفه فصل 12:7 دانیال حتی. آره، و حالا تو عهد جدید اول میخونم و اول تسالونیکیان فصل 4:16. پس دو تا اشاره به میکائیل تو عهد جدید، مکاشفه 12:7، اول تسالونیکیان 4:16 و بعد دانیال فصل 10:13-21، دانیال فصل 12:1. و میکائیل از نظر توصیف کتاب مقدس یک فرشته مهمه در بین فرشتگان خدا، ارشد بوده، فرشتگان ارشد. و میگه علارغم این که مقام ارشدی رو داره در بین فرشتگان خدا، میکائیل حتی نمیاد با شیطان به قول معروف، حالا بنده دارم میگم، شاخ به شاخ بشه، درگیر بشه. صحبت این هستش، میگه که، و یهودا داره اینو میگه که اگر حتی یک فرشته ارشدی مثل میکائیل به قدرت‌های روحانی باشون اونا رو شوخی نمیگرفت، چقدر ما انسان ها مهمتره که شوخی نگیریم. اینا بازی نیست، صحبت های قدرت های روحانی. خودت آیه ها رو دوست داری یکی دو تا از آیه ها رو نگاه بکنی؟ خودت اینا رو در رابطه با میکائیل، هم اصلا خود همون آیه 9 که میگه میکائیل رئیس ملائکه، اوکی، تو همون آیه جواب رو داره. و تو دانیال هم اشاره میکنه بهش، تو همون کتاب دانیال فصل 10:13، آیه 13 رو باید بخونیم با هم دیگه. اوکی. من میخوام به آیه اول تسالونیکیان نگاه بکنم. دانیال رو من حالا گم کردم، شما اگه دانیال رو پیدا کنید بهتر ده من. بله، دانیال هم بره پیدا میشه. یه دوستی بود دانیال رو توی عهد جدید دنبالش میگشت، دانیال ده. حالا منم یاد اون افتادم. آیه 13 میفرماید که اما رئیس مملکت فارس 21 روز با من مقاومت نمود و میکائیل که یکی از رؤسای اولین است به اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندم. باز در مورد پادشاهی ایران داره صحبت میکنه. باب 12:1 رو هم میتونیم یک نگاهی بهش بندازیم. و در آن زمان میکائیل امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد بود که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده. و در آن زمان هر یک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد. بذار من اول تسالونیکیان 4 رو نگاه کنم، از 15-16 میخونم. این را من از جانب خداوند میگویم، ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. چرا؟ آیه 16 اول تسالونیکیان فصل 4، زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان، منظور همین میکائیل هست، و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. پس میکائیل یکی از فرشتگان برجسته خداست، مسئولیت‌های مختلفی رو می‌بینیم ازش در کتاب مقدس. ولی سوال این دوست عزیز فقط اینه که میکائیل کی هستش؟ صحبت یک فرشته عظیم با مسئولیت‌های مهم، و ولی توی یهودا اشاره می‌کنه که همونطوری که میکائیل درگیر نشد با شیطان سر جسد موسی، ما انسان ها هم نباید مسخره بگیریم ابعاد روحانی زندگی رو. خیلی ممنون از توضیحاتتون دوستان عزیز بیننده.
میخوایم که ایمیل های خودتون رو باز بفرستید به این برنامه. امیدواریم که این برنامه پاسخگوی سوالات شما بوده باشه. تا به حال باز هم منتظر ایمیل ها و سوالات و نظرات شما هستیم. با ایمیل های برنامه تماس بگیرید. ممنونیم از توجهتون، از اینکه ما رو دنبال کردید تا این ساعت. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.